سلام سلام، خیلی خیلی خوش اومدی به اولین جلسه دوره رایگان کالیگرافی در یوتیوب. این محتوا و این سلسله جلساتی که الان یه توضیحاتی میخوام خدمتتون عرض کنم مختص چنل یوتیوب هم هست. حتما قبل از این که بریم سر وقت ادامه ویدیو، این سابسکرایب پایین رو بزنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا جلسات بعدی که منتشر شد داخل کانال سریع متوجه شده بیاد نگاه کنید و تمرین کنید و لذت ببرید و عشق کنید. تو این سلسله جلساتی که ما میخوایم حروف، فعلا صرفا در ابتدا حروف این کالیگرافی رو میخوایم کار کنیم. کالیگرافی که سبک خودم هست، تلفیقی از خطوط مختلفه، شاید با خیلی از کالیگرافی های جاهای مختلف متفاوت باشه، حتی با خیلی از کالیگرافی هایی که داخل یوتیوب میبینید. با جزئیات حروف رو از الف تا یه رو بررسی خواهیم کرد، مدل های مختلفش و حتی یک ویژگی که این دوره های من داره، حتی دالا دوره جامعی که من دارم به همین سبک هست. ابتدا میام یک توضیحاتی از حروف مختلف، خطوط حالا سنتی و خطوط نوین، خطوط گرایش نوینی که هست رو بررسی میکنیم. بعد حالا میگیم آقا مثلا فرض کنیم الفی که انتخاب کردیم اینطوری هست، بی که انتخاب کردیم به این سبک هست. توی این جلسه اول بحث مقدم است. تو مقدمه ما میخوام یه توضیحاتی بدیم که به شدت مهمه. اینو بعد بهتون بگم باز نگید آقای فاطمی این چی شد، این جواب چی شد، چرا اصلا اینطوریه، چرا اصلا اینطوریه. خیلی از سوال هایی که شاید در ابتدا برای شما مطرح باشه من داخل این ویدیو کامل براتون توضیح دادم. حتما این ویدیو رو تا آخر نگاه کنید. بدون مقدمه بریم ببینیم چه خبره. تو این جلسه من میخوام یه توضیحات خیلی مختصر و مفیدی در مورد این دوره بدم و عرضم بودتون که ابزار رو میخوام بشناسیم، چه ابزاری مورد نیاز ما هست. قبل از این بریم سر وقت ابزار، من یک توضیحاتی بدم. نگاه کنید، کالیگرافی که امروز خیلی مرسوم شده، حالا حتما شما تابلوی کالیگرافی، اسم کالیگرافی، حالا بعضی خیلی با کلاستر میگن کالیگرافی ها، اینها رو شنیدید. تعریف های خیلی زیادی از کالیگرافی مطرح میکنند. خب کالیگرافی یه واژه انگلیسیه که اومده توی واژگان فارسی و چیزی که من تعبیر میکنم از کالیگرافی اینه که کالیگرافی یعنی زیبا نویسی. حالا این زیبا نویسی صرفا مثلا به خطهای سنتی و حالا غیر سنتی و جدید و اینها که اصول و قواعد خیلی محکمی دارن اطلاق نمیشه. بعضی موقع ممکنه شما، حالا درسته مثلا نست تعلیق، مثلا شکسته نست تعلیق، نست سولس، نمیدونم بگید ریحان و محقق و حالا خطوط جدید مثلا معلا و سفیر و کرشمو، از این دست خطوط ها که اصول و قواعد خیلی محکمی تقریبا دارن بگیم خواه اینا مثلا کالیگرافی هستن. آره اینا هم کالیگرافی هستن. یعنی کالیگرافی تو تعبیر من یعنی یه واژه عام، یه واژه‌ای که به هر چیزی که زیبا نوشته بشه ما بتونیم اطلاق کنیم کالیگرافی. پس صرفا نمیتونیم بگیم که ها این خط، خط چیه؟ خط کالیگرافیه؟ این متنش کالیگرافیه؟ این به نظرم تعبیر درستی نیست. شاید شما از کالیگرافی یه فرم نوشتار خاصی بیشتر تو ذهنتون باشه و حالا این چیزی که مثلا ما میخوام بنویسیم شاید بگید نه این که اصلا کالیگرافی نیست، در صورتی که کالیگرافی مفهوم عامیه. حالا یکی کالیگرافی رو مثلا میاد صرفا خطوط سنتی و با قواعد مستحکمش مینویسه، بعضی هم میاد نه یه خطی خودش، خط نه فرم، خط شده اشتباه بشه، یه فرمی خودش میاد ابداع میکنه. حالا یه نفرم میاد چند تا خط مختلف رو فرم هاشو میاد کنار هم میذاره، به نظرش مثلا این فرم ها زیباست، اون مثلا میشه یک به قولی فرم زیبا که حالا بهش اطلاق کنیم کالیگرافی. از این منظر من بگم بهتون که کالیگرافی صرفا حالا یه مدل فرم نیست، فرم خیلی واجی بهتری. توی این دوره کاری که میخوای انجام بدیم کالیگرافی که
خب با هم کار کنیم و مفرداتش رو بگیم رو حروفش رو بگیم و با هم تمرین کنیم و انشاءالله مدار حالمون خوب بشه. ترکیبی از خطوط مختلفه. میدونید من تخصص من معلاس، خط معلا رو اصلا تخصص چند سال دارم کار میکنم و این فرمی که شاید اینجا ببینید یه مقدار شاید از معلا گرفته بشه، یه مقدارش از سورس گرفته بشه، یه مقدارش از خط مثلا محقق گرفته بشه، یه مقدارش از نسخ باشه، یه مقدارش مثلا شاید از کرشمه و سفیر، یعنی یه ترکیب و تلفیق سعی کردم زیبایی رو برای این محتوا آماده کنم که بعدن حالا برای کارهایی که میخوام استفاده کنیم، مدرکی که میخوام بنویسیم خیلی مفید و کاربردی باشه. این پس از این رو در جمع باشید که ما تو این جلساتی که با هم هستیم میخوام چیکار کنیم، چه هدفی داریم و میخوام به کجا برسیم. یک، دو، ابزار. من اگر دوره رایگان خط معلا، مینی دوره رایگان آموزش خط معلا من دیده باشید که چندین جلسه ضبط کردم با وسواس به شدت زیاد، کسانی که تازه میخواد شروع کنن معلا یا اصلا میخواد بیرن معلا علاقه دارن ندارن، تو این فضاها خیلی به درشون میخوره و توصیه میکنم اگر ندید حتما ببینید دوره رو. توی دوره معلا من گفتم هیچ نیازی نیست برای شروع ابزار خیلی حرفه‌ای، خیلی نمیدونم هزینه برای فلان اینو خرج کنید. نه، ما علال خصوص حالا باز توی این دوره که خیلی باز فضای ما کمتره و خیلی فضای ما دست در دسترس تره، نمیخوام ابزار خیلی خاصی رو استفاده کنم. کاغذ معمولی، یعنی کاغذ آچار، کاغذ آچار معمولی و ماژیک، تمام. نه نیاز به زیر دستی دارید، نه نیاز به نمیدونم قلم نی دارید، نه نیاز به مرکب دارید، دوات دارید، نه اینا، نه، صرفاً با ماژیک. حالا ماژیک، من این چند تا ماژیک که در دست رس هم بود رو براتون آوردم. خیلی ماژیک های مختلفی هست، شما میتونید رو تهیه کنید. تنها چیزی که بعد توی ماژیک هایی که تهیه میکنید من در نظرتون قرار بگیره است سر تخت ماژیک هاست. نکنید این مثلا یک ماژیک، حالا به اصطلاح میگیم الخطات، الخطات بکنم 2 میل، آره 2 میل، رنگ مثلا قرمز، حالا مثلا مارکر مثلا نکنید آرت لاینه، این خب برای سازه کوچیک، الان خیلی خب کوچیکه برای تمرین کردن. اینا مثلا ماژیکای هستن تحت عنوان ماژیکای راندو یا تاچ خیلی بیشتر معروفه. خب باز مدل مختلفی داره، این مثلا تاچه، این راندوه، حالا سبکای مختلف. این ماژیکا دو سر داره، یه سرشون اگه باز بشه به این صورت سرتخته، این سایزا خوبه، یا یه مقدار از این کوچیک‌تر، دیگه از این بزرگتر باید نهی تهیه کنید که یه الف میخواد بنویسید برگتون گرفته بشه. و خیلی رنگاش هم متنوع، خیلی متنوع. و این سمت هم به این صورت داره که نیاز ما نیست، این قسمت همون بزرد کار بش نداریم. رنگ های مختلفی داره، ها مثلا اینجا من رنگی که مثلا دارم مثلا قهوه‌ای هم دارم، اینجا مشکی هم دارم، این رنگی اصلا بی رنگ، این به درد ما نمیخوره، بچین آوردم اینجا. و رنگ های متنوعی، چیزی که نیازه شما یه رنگ، فقط یه رنگ، اینو مثلا با رنگ مشکی نوشتم، فقط یه رنگ. شما نهایتاً بخواد استفاده کنید، حد اکثر رنگی که میخواد استفاده کنید 4 تا رنگ بگیرید. رنگ ها که خیلی مرسوم، حتی ماژیک های وایت بورد هم مثلا هست، مشکی و قرمز و ارزم بودون که سبز و آبی. به نظرم این 4 رنگ دیگه بیشتر برای شروع هزینه زیادی نکن، ولی میگم همون مشکی شما داشته باشید کار ما رو راه میندازه. و ابزار هم گفتم این فضا. آقا میتونیم از قلم استفاده کنیم؟ بله، چرا نتونید؟ ما قلم نمیتونید استفاده کنیم، مشکل نداره، ولی خب برگتون بعد باز متفاوت باشه، گلاسه باشه، زیر دستی داشته باشید، ترجیحاً مرکب و دوات اینها رو آماده کنید، ها بیاد مثلا اینا آماده کنید برای مرکب مشکی و بعد یه قلمه بیارید داخلش و بعد قلمه‌تون رو مثلا قلمه بیارید براتون، مثلا قلمه بیارید، ها باز قلمه‌هاتون رو تراش بدید. این اصلا توصیه نمی‌کنم برای حالا این دوره صرفاً بخواد این همه کار انجام بدید، ولی میتونید اگه تجربه قلمه دارید رو میتونید استفاده کنید، هیچ مشکلی
نداره. فقط و فقط تأکیدم باز دوباره بگم که خدا نکرده خرج اشتباه نکنید، ماژیک سرگرد نگیرید، حتما نکنید سر تخت باشه. ما به تختیش کار داریم. چرا؟ چون ضخامت برای مهمه. میخوام ضخامت زیادی ایجاد کنیم برای کارها، چون این درشت نویسی خودش فضای قشنگ و زیبایی به ما میده. اینم از این. و نکته آخر در حضور این گل زیبا، نکنید برگه هاتون رو، بعضی سوال خیلی سوال ممکنه براتون پیش بیاد که برگه مثلا کاهی هم میتونه باشه، برگه گلاس هم میتونه باشه، چه برگه ای باشه، باز جنس برگه مهم نیست. سعی کنید ارزون ترین مدل برگه رو تهیه کنید، چون ما اینجا با قلمه خوب نیاز نیست بنویسیم، با حروف دیگه نیاز نیست بنویسیم، با همین برگه عادی هم کامل راه میندازه. حتی برای کاهی ارزون اگه تونست پیدا کنید، برای تعمیر کردن خیلی خوبه. فقط سعی کنید چیز زیرش بذارید، مثلا همین هم نگاه کنید، ببینید رنگ پس میده، ممکنه چیز زیرش نداشته باشید خراب کنه سطح زیرتون رو. یک برگه چیزی مثلا زیرش بذارید، یک روزنامه زیرش بذارید که وقتی می‌نویسید رنگش اون سطح زیر شما رو خراب نکنه. اگر میگم برای تمرین کردن اصلا نیاز به خیلی وسواس نیست، تیک کارتونی حتی تونستید مثلا داشته باشید تو خودتون، برید سریع تمرین کنید. و این نویدو بهتون بدم که خیلی تمرین کردنش راحته، یعنی دوره خیلی روونیه، خیلی جذاب، فضاش فضای قشنگیه. خب سعی کردم محتوا رو در اختیار شما قرار بدم که براتون مفید باشه. اگر سوالی، نکته‌ای، مطلبی، پیشنهادی، انتقادی تو هر جلسه از این دوره و حالا دورهای دیگه داشتید، حتما برای من کامنت بذارید، کانال رو حتما سابسکرایب کنید. محتواها به روز و کم کم برای شما قرده میشه. ما از حروف شروع میکنیم، یعنی کم کم تک به تک حروف رو آموزش میدیم، فرم‌های مختلفی که نیازه، و بعد میرین سر وقت اتصالات و حالا نوشتن متن اینا که ان شاءالله براتون مفید باشه. این همش بستگی به استقبال و بستگی همراهی شما داره. هرچی همراهی شما بیشتر باشه، طبیعتا مثلا میکنم محتوایی بیشتری رو تو این دوره در اختیار شما قرار بدم. دم شما گرم، منتظر جلسه بعدی باشید.